یه زوجی که به نظر میرسه که توی نگاه اول عاشق همدیگه میشن، سر یه سوء تفاهم خیلی بدچگونه از همدیگه بدشون میاد و بعد از 6 ماه دوباره همدیگه رو میبینن. آیا این دو نفر به همدیگه میرسن یا اینکه هیچ اتفاقی بینشون پیش نمیاد؟ ممنون میشم که برای حمایت از ویدیوهای لانگ حتما ویدیو رو لایک کنید، یه دونه کامنت هم برای حمایت بذارید. اگرم دوست داشتین که سابسکرایب کنید. دو هفته‌ای نبودم، بد جوری سرما خورده بودم و البته هنوزم صدام کاملا خوب نشده که شرمنده شما. بگذریم، بریم و برسیم به فیلم. اول فیلم یه خانمی به اسم بی وارد کافی شاپ میشه و میخواد که از سرویس بهداشتی استفاده کنه. ولی مسئول اونجا بهش میگه که سرویس فقط برای مشتریامونه. نه ترس بابا، یه نفر چایتون پر نمیشه که. یه آقایی به اسم بن که مشتری کافی شاپه، این صحنه رو میبینه و تظاهر میکنه که بی همسرشه تا خانم بتونه که از سرویس استفاده کنه. بی هم از جنتلمن بودن آقای خوشش میاد و میخواد که بیاد بیرون ازش تشکر کنه که اشتباهی به خاطر فشار آب سینک لباسش رو خیس میکنه. پس سعی میکنه که قبل از بیرون اومدن خودش رو خوش کنه. خلاصه بی بیرون میاد و قبل از رفتن بن صداش میکنه و میگه که دستمال کاغذی به کفشت چسبیده. از سر همین بهونه دعوتش میکنه بیرون که برن در دودور عشقوها. بن و بی اون روز با هم دیگه میگذرونن و میرن سفره خونه قلیون میکشن. بعدش هم میان خونه و با هم دیگه وقت میگذرونن. اونجا بی آچار فرانسه رو روی دیوار میبینه و از بن میپرسه که اون آچار فرانسه جریانش چیه. بن هم قصه آچار فرانسه رو برای بی تعریف میکنه. اون برای بی یه ساندویچ مشتی سوسیس بندری میزنه و با هم دیگه میخورن و بعد از یه ساندویچ مشتی که با هم دیگه میزنن اون شب و کنار هم دیگه توی بغل هم دیگه میخوابن. البته به نظر میرسه که هلیکوپتری با هم دیگه نمیزنن، چون که سر صبحی که زنه بیدار میشه هنوز شلوارش پاشه. فردای اون روز بی از خواب بیدار میشه و یواشکی اونجا رو ترک میکنه. البته انگار حواسش نیستش، چون که خیلی از مرد خوشش اومده. بنم که میبینه دختره اینجوری ترکش کرد قلبش میشکنه. همون لحظه پیت رفیق بن وارد خونه میشه. بی که از اونجا رفته همون لحظه به رفیقش زنگ میزنه و انقدی که ذوق مرگ شده اونجا رو ترک کرده و بهش میگه که از این پسر خیلی خوشش اومده، چون خیلی پسر خوبیه. دوستش ازش میپرسه پس چرا اصلا اونجا رو ترک کردی؟ همین باعث میشه که بی متوجه اشتباهش بشه و برگرده بره به سمت خونه. ولی وقتی که برمیگرده خونه، بی مکالمه پیت و بن رو میشنوه. پیت از بن میپرسه که از دختره معلومه خوشت اومده ها. ولی بن میگه که نه، دختره اصلا ازششو نداشت و این رو دختره میشنوه. اینجا هم قلب بی میشکنه و یک به یک مساوی میشن. 6 ماه بعد از این قضیه، بن و پیت با خواهر پیت، کلاودیا و دوست دخترش هیلی ملاقات میکنن. اونا با هم دیگه خوشو بش میکنن و خواهر کوچیکه هیلی از راه میرسه و معلوم میشه که همون بی هستش. هیلی خواهرش رو به اونا معرفی میکنه. از اونجایی که بن و بی از همدیگه به نظر متنفر میان، همه یه جورایی معذب میشن. یه سال میگذره و کلاودیو و هیلی که یک زوج همجنسگرا هستن، میخوان با همدیگه ازدواج کنن و میخوان که مراسم عروسیشون رو توی سیدنی استرالیا برگزار کنن. این به این معنیه که بن و بی مجبورن که دوباره همدیگه رو ببینن. خلاصه زمان موعود فرا میرسه و بن و دوستاش با پدر مادر بی و هیلی، یعنی اینی و لئو، آشنا میشن. به علاوه والدین پیت و کلاودیو، یعنی کارول و راجر. اینی و لئو انتظار داشتن که بی اولش ازدواج کنه و وقتی که رفت خونه شوهرش دانشگاه رو اونجا ادامه بده و وکیل بشه. ولی نمیدونن که بی خیلی وقته که از دانشگاه زده بیرون و درس رو ادامه نمیده. اونا همچنین دوست دارن که بی با نامزد سابقش جاناتان ازدواج کنه، که بی دلیل با این جاناتان به هم زده. پس جاناتان رو دعوت کردن به اون عروسی که اونا رو برگردونن پیش همدیگه، جایی که بن دوست دختر سابقش، یعنی دختر عموی پیت و کلاودیا، مارگارت رو میبینه. روابط دانشگاهی آزاد رو زب در سریالای ترکی بکنی رابطه اینا میشه، چه وضعشه به خدا. اینا چجوری با هم دیگه همشون فامیل آشنا در اومدن خدا میدونه. مشخص میشه که مارگارت با دوست پسر جدیدش به اونجا اومده. خلاصه این گروه قاراش میش سر میز شام دوباره همدیگه رو میبینن. همه چیز داره درست پیش میره تا اینکه بن و بی شروع میکنن به بحث کردن. این اتفاق باعث میشه که اونا اشتباهی یکی از این آتش بازی ها رو فعال کنن و تصادفاً موهای هیلی آتیش بگیره. پیت و راجر، هیلی و کلادیا که میبینن که اگه که اینطور پیش بره، این دو نفر کل نسل کانگوروهای استرالیا رو منقرض میکنن. توته میکنن که این دو نفر رو هر جور شده بندازن تو بغل همدیگه، چون که اگه که بخوان اینجوری دعوا کنن عروسیه به فنا میره و هیچی ازش باقی نمیمونه. از اون طرف بیو بنم سریعا از توتهشون سر در میارن و نقشه میریزن که با همدیگه به سمت قایق شنا کنن. بعدش اونجا با همدیگه تصمیم میگیرن که نقش بازی کنن تا بقیه فکر کنن که اونا عاشق همدیگه هستن. اینطوری جاناتان، دوست پسر قبلی بی، میفهمه که عاشق یه نفر دیگه شده و دست از سرش برمیداره و مادر پدرش ممکنه که بیخیال جاناتان بشن و مارگارت هم دوباره ممکنه که حسودی کنه که
بن رو بخواد دوباره. پس دوتایشون میتونن یه جورایی به اون هدفی که دارن برسن. بعد از اون شب بن و بی به نقشه ادامه میدن و تظاهر میکنن که عاشق هم دیگن. اونا توی طبیعت گردی به دوستاشون ملحق میشن و همه تلاششون رو میکنن که به بقیه اشبازیاشون رو نشون بدن. ولی همه توجه ها به کوالا هستش. این وسطی عنکبوت توی شورت بن پیدا میشه. پس بن همه لباساشو در میاره و وسط طبیعت گردی کامل لخ میشه. بی هم مجبور میشه که شورت خودش رو به بن بنده خدا قرض بده. بعد از این قضیه بن به لئو یاد میده که چطور شنا کنه و رابطش با لئو اینی بهتر میشه. بی هم ازش تشکر میکنه که به پدرش کمک کرده. اون شب همه میرن برای قایق سواری و بن و بی برای اینکه به همه ثابت کنن که بعد جوری عاشق هم دیگه هستن، فیلم بازی میکنن و تایتانیک بازی در میارن برای خودشون تا توجه همه رو جلب کنن. اونا موفق میشن که همه چشما رو به سمت خودشون بچرخونن، ولی ناگهان بی میفته توی آب و بنم به دنبال شیرجه میزنه داخل آب. اونا به سمت بیربیلک شناور شنا میکنن و بقیه هم کمک خبر میکنن. همین که اونا منتظرن که یکی بیاد نجاتشون بده، بن و بی راجب شب اولی که همدیگر رو دیدن حرف میزنن و بن از بابت حرفایی که اون روز به پیت زده بود معذرت میخواد. خلاصه هلیکوپتر اونا رو نجات میده و برشون میگردونه به هتل، جایی که بن برای بی یه ساندویچ درست میکنه، درست مثل همونی که روز اول که همدیگر رو دیدن درست کرده بود براش. بعدش هم شروع میکنن به بوسه بازی و یه قرمه سبزی درست حسابی میخورن اونجا. با این حال وقتی که بی خوابه، این دفعه بن یواشکی اونجا رو ترک میکنه و با این کارش بی رو به شدت ناراحت میکنه. این باعث میشه که روز قبل از مراسم عروسی بی به همه بگه که رابطه بن و بی الکی بوده و همش داشتن فیلم بازی میکردن. بحث و جدل بالا میگیره و سگشون سفره روی میز رو میکشه و کیک عروسی کلادیا و هیلی، یعنی این زوج همجنسگرا، خراب میشه. بحث که بالا میگیره، والدین بی میفهمن که دخترشون دیگه دانشگاه نمیره و شرایط حتی از قبل هم برای بی بدتر میشه. بعد از این قضیه فردا اون روز بن مکالمه هیلی و کلادیا رو میشنوه و میفهمه که این دوتا دارن با هم دیگه بحث میکنن و میفهمه که امکان داره که واقعا باعث بشه که رابطهشون به هم بخوره و عروسی رو کنسل کنن. پس میره به اتاق بی و ازش میخواد که به خاطر کلادیا و هیلی هم که شده رفتارشون رو کنترل کنن و اینقدر مثل سگ و گربه به هم دیگه نپرن. بنابراین بی و بن از کلادیا و هیلی معذرت خواهی میکنن و خوشبختانه مشکلی توی عروسی پیش نمیاد. توی مراسم رقص مارگارت و بن با هم دیگه میرقصن و همدیگه رو بوس میکنن. بی هم که این صحنه رو میبینه دلش میشکنه و مراسم رو ترک میکنه، ولی از بوسشون مشخصه که بن دیگه مارگارت رو نمیخواد. پس بعد از این اتفاق بن مارگارت رو ول میکنه و میره سراغ بی. اون برای اینکه خیلی سریع به بی برسه، فیلم هندی بازی در میاره و خودش رو از صخره پرت میکنه پایین. پس برای اینکه نجاتش بدن یه هلیکوپتر میفرستن اونجا برای کمکش. هلیکوپتر پرواز میکنه به سمت جایی که بن فکر میکنه که باید بی اونجا باشه. وقتی که بن میرسه به جایی که فکر میکنه بی باشه، اونو پیدا میکنه. بن بهش میگه که به مارگارت دیگه حسی نداره، الان عاشق اون شده. اونا همدیگه رو میبوسن و همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه. سر آخر اونو برمیگردن به مراسم و دوتایی با همدیگه میرقصن. دیجی هم آهنگ خوشگله باید برقصن رو اجرا میکنه و کلی حال میکنن با همدیگه. بعد از کل این ماجراها کلادیا و هیلی اعتراف میکنن که دعواشون الکی بوده تا بن و بی برگردن پیش همدیگه، یعنی اون دعوای آخریه ها که فکر میکردن باعث میشه که عروسی کنسل بشه. نتیجه اخلاقی، تمام علایق جهان در حال بوم بوم کردن غیر از ما ایرانی ها. دوباره برای یادآوری میگم که ممنون میشم که اگه که ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم برای حمایت بذارید. اگه دوست داشتین سابسکرایب هم حتما بکنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو فردا شب، خداحافظتون باشه.